ای دیر به دست آمده، ای دیر به دست آمده، بس زود برفتی. ای دیر به دست آمده، بس زود برفتی، آتش زدی اندر منو چون دود برفتی. چون آرزوی سنگ دلان دیر رسیدی، چون آرزوی تنگ دلان دیر رسیدی، چون دوستی سنگ دلان زود برفتی. زان پیش که در باغ وصال تو دل من، زان پیش که در باغ وصال تو دل من از داغ فراق تو بیاسود برفتی، از داغ فراق تو بیاسود. آرزو دارم که باز آن روی زیبا را سرا آن سینه آن سرا آن سینه وان بالای رعنا را ببینم پیش پا آسان نمی بینم کجا بایی کجا بایی اما یارم آن ای چراغ زندگی تا عرش اعلا را ببینم اما یارم چهار سال از آغاز شب سیاه زندگی من گذشت. چه زندگی؟ چهار سال از جان کندن من در دوری پسرم، پسر برومندم، پسر نازنینم و پسر دلبندم گذشت. شگفتا که چه سخت جان بودم و نمیدانستم که تا این حد سخت جانم. هر زمان که در چهره موقعی که کودک بود، نوجوان بود، زمانی که در چهره دوست داشتنیش رنگی از اندوه و ناراحتی می دیدم یا در تن و بالای او احساس بیماری می کردم، قلبم فرو می ریخت. چه می گویم؟ قلبم؟ او بیچونه چرا قلب من بود. من از خود قلبی نداشتم. همیشه با خود می گفتم اگر خدای ناکرده او آسیبی ببیند و یا او را از دست بدهم بیرنگ خواهم مرد. مگر می شود بی قلب هم زنده بود؟ یا اگر فکر می کردم که روزی پیمان نباشد و من باشم،
قلب من چنان میتپید که گویی از سینه هم میخواست به بیرون بزنم. اما روزگار بیره کار نشدنی را کرد. او را از من گرفت و به راستی در شگفتم که چگونه او نیست و من هستم. 4 سال در این اندیشه بودم که چرا من که اگر 10 دقیقه دیر به خانه می آمد 10 بار به دوستان و یارانش زنگ می زدم و از او می پرسیدم که پیمان الان می دونید کجاست؟ چی شده؟ و کی میاد؟ زمانی که زنگ در به صدا در می اومد یا صدای بوق ماشینش رو می شنیدم ناگهان همه دلهوره ها فرو می ریخت. او جان من بود، تن من بود، قلب من بود، اندیشه من بود، همه چیز من بود. و اکنون من هیچم، هیچم و هیچم. من با استواری میگویم که در این 4 سال تنها میگشتم پاسخ این سخت جانی خودم رو پیدا کنم. و اون زمانی بود که دیدم سخن گفتن با جوانان دلاور میهنم، با سربازان بابک صفت و مازیار صفت و یعقوب صفت ایران وقتی سخن میگفتم، وقتی صداقت اونها رو میدیدم، وقتی مهربانی اونها رو میدیدم، وقتی بزرگواری و دلاوری اونها رو می دیدم، از این دستگاه جادوی تلویزیون این هیچ هیچ هنوز زنده است. به خود من تلقین کردم که اگر او نیست همسن و سالهای او هستند، هزارها پیمان هستند، هزارها مانند فرزند من هستند، اینها هم فرزندان من هم. باور کنید برخی از اونها به اندازه صادق، صمیمی، باگذشت و انسان هستند که من نمیتونم براش حرفی بزنم. سال گذشته، حدود 1.5 سال پیش، قلب من به هر روی در حال ایستادن بود. رفتم پیش دکتر، دکتر بسیار حاذقی که من نامشون نمیخوام بگم برای اینکه آگهی تبلیغاتی براش نشه، این واقعا معجزه کرد. من رو در بیمارستان خوابوند و اون داروهای، اون رفتارهای، اون کارهایی که برام بکنه کرد و رفته رفته اون تپش و نارسایی و ایست و دوباره زدن و ایست و دوباره زدنش از بین رفت. گفتم دکتر انگیزه این کار چیه؟ چرا اینطور شدن؟ سرش گذاشت نزدیک گوش من، گفت مربوط به روز عشاق سال 2009، روز مرگ پسرت. کم ضربه ای به قلب تو نخورده بود. به هر روی خواستم این نبود، خواستم این بود که بگم در اون زمان یک جوان به نام اوستای جامی، نامش رو هم میگم، این واقعا از فرزندان من صمیمانه تر، مهربانانه تر، با پشتکار فراوان در اون 40 روزی که من نیاز به تیمار داشتم و نیاز به کسی داشتم که هر زمان هر چی میخوام برام فراهم کنه، این جوان آمد. بارها میشد شب موقعی که میخواست بره از بیخوابی تلو تلو میخورد، سعی میکرد خودشو نشون نده خوابالوه و من رو شرمنده میکرد. از این هزاران از این هستم، نه به خاطر من، من چیزی نیستم، من یه بدهی به این ملت دارم، دارم انجام میدم. بدهی کمی هم نیست، زندگی من مرهون ملت ایرانه. اینا فرزندان همون ملت هم دیگه. امروز نمیدونم
200 تا 300 تا چقدر پیام تسلیت و همدردی در فیسبوک آمده بود. تعجب کردم، یعنی به این سرعت مردم اینطور یادشونه همه چی؟ بعد متوجه شدم که همین اوستا سخنان 3 سال پیش من رو که از تلویزیون پخش شد دیروز بدونی که به من بگه گذاشته تو فیسبوک و مردم رو آگاه کرد. بر حالا این جوانان قلب منن. وقتی که تظاهرات سال 88 رو میدیدم، اون تپش جوانان رو تپش پسر خودم میدونستم، تپش قلب فرزند خودم میدونستم. بنابراین اینها قلب من هستن. جوانان، فرزندان ایران، بابک ها، مازیار ها، یعقوب ها، شما بتپید، شما بتپید مانند قلب هر انسانی. فرزندان من، شما بتپید امیدهای من. چند گهگاه، یعنی یاد که همیشه هستم، ولی گهگاه می نشینم در گوشه تنهایی با او سخن میگم. گفتم چون در 14 فروردین شگفتا، در 14 فروردین چشم جهان گشود و در 14 فوریه ماه تقریبا وسط زمستان چشم از جهان فرو بست. در این چامه گفتم با بهار آمد و گل و نسرین، با بهار آمد و گل و نسرین، در زمستان و برف و سرما رفت. جمله با هم بودیم هر شب و روز، جمله با هم بودیم هر شب و روز، چه زمن دید زان که تنها رفت. چه به گوشش رسید از آن دنیا، چه به گوشش رسید از آن دنیا، که شتابان گذشت و بی پا رفت. چون یه پاشم بریدن پیش از اینکه در بگذره، چون استخون پاش خورد شده بود پاشو بریدن، بنابراین شتابان گذشت و بی پا رفت. یا که از ناکسان به جان آمد، یا که از ناکسان به جان آمد، که به یک دم به سوی بالا رفت. تکیگاه و امید من بود او، تکیگاه و امید من بود او، رفت و امید من به یک جا رفت. آه آه ای روزگار بد کردار، آه ای روزگار بد کردار، از چه پیمان من ز دنیا رفت. در همه کار او شتابا بود، در همه کار او شتابا بود، زین جهان نیز برق آسا رفت، زین جهان نیز برق آسا رفت. به شعری از گمان میکنم مال، مطمئن نیستم، ولی مثل که مال اون شاعر معروف اخوان ثالث باشه. این کاملا زبان حال من و فرزندمه. ما چون دو دریچه روبروی هم، ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه ز حرف و گفتگوی هم. هر روز سلام و شادی و خنده، هر روز قرار روز آینده. اکنون یکی از دریچه ها بسته است، اکنون یکی از دریچه ها بسته است، اکنون دل من شکسته و خسته است،
نه مهر گناه، نه ماه جادو کرد. نه مهر گناه، نه ماه جادو کرد. نفرین به اجل، نفرین به اجل، هر آنچه کرد او کرد. یک بار گفتم هر روز صبح که از خانهش به مطبش میرفت، هشت از خانه میومد بیرون، سر هشت که نه مطبش باشه، درست 8:35 به من زنگ میزد. البته من شبها، چون به خصوص شبهایی که کتاب مینویسم تا 3 بعد از نیم شب بیدار هستم، صبحها تا 8:30 میخوابیدم. سر ساعت 8:35 تلفن من صدا میکرد، میدونستم پیمانه. گوشی رو میگرفتم، میگفت به تشدیدم سخن میگفت، ناصر جان. این زمان کودکیش، درست به زمان کودکیش، تمام حوادث روزانه، چون من شب که به خونه میومدم، این میومد با شیرین زبانی همه اون حالتهای بچگی رو، بازی کردنها، دویدنها، رفته، همه رو بر من شرح میداد. درست همون موقعم که پزشک بود، سر 8:35 زنگ میزد و تمام سخنهاشو میگفت و من در حالت خواب و بیداری، یعنی چشمم هم میذاشتم، کودکیشو میدیدم. 4 ساله، 8:35 گوشم به تلفنه، ولی هیهات. این چامرم برای گفتگوی با او سرودم. گفتم هر شب درون دیده، هر شب درون دیده یک ابر گریه دارم. هر شب درون دیده یک ابر گریه دارم، تو خوبتر بدانی چون است حال زارم. تو خوبتر بدانی چون است حال زارم. تا مرز بی نهایت اندوه پشت اندوه، تا مرز بی نهایت اندوه پشت اندوه، در ژرف نای سینه یک کوه قصه دارم. هرچند رفته ناید، هرچند رفته ناید از کور زین کور راه وحشت، هرچند رفته ناید زین کور راه وحشت، آیا شود دوباره آیی تو در کنارم؟ هیهات پشت هیهات، هیهات پشت هیهات، نور از دو دیده ام رفت، بی نور دیده دانی چون است روزگارم. صبر و قرار من را با خود به گور بردی، صبر و قرار من را با خود به گور بردی. بی عشق و بی امیدم، بی عشق و بی امیدم، بی صبر و بی قرارم. روزم سیاه باشد، شب از سیاه سیاه‌تر. رفتی سیاه کردی یک بار روزگارم. هر هفته گریه دارم بر خاک پاکت ای جان، هر هفته گریه دارم بر خاک پاکت ای جان. ای کاش تو میگریستی هر هفته بر مزارم، ای کاش تو میگرستی هر هفته بر مزارم. امیدوارم جوانان وطن روح فرزند من رو شاد کنند، برای میهن زنده باشند، برای میهن بجنگند، برای میهن بمیرند. هر بیمار ایرانی که میمد نزدش، چون بیمار بود و میدونست، یعنی میپرسید ازشون که مستمند هستند،
ازشون پول نمیگرفت. میگفت ایرانی هم. میگفت ایرانی هم. بله. در هر حال من پدر صدها هزار نوجوان ایرانی هستم که به جای پیمان من میخروشند و زنده هستند. خداوند اونها رو نگهبان باشه. زمان من هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از امیر درخشان ارجمند که با من همکاری کرد در این روز دشوار، و با اینکه یادم میاد که به امیر ازش خواهش کردم که وقتی من دیدی داره گریم میگیره و اشکم میاد تصویر فرزندم رو نشون بده، ولی خودش چنان رفته بود در این حال و هوا، چون خودش هم جوانه، جوان بسیار بسیار دوست داشتنی، انسان مؤدب، آگاه و پرکار. حواسش رفته بود، یادش رفت که بکار. خب با این حال بسیار زیبا کار کرد، ازش سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود، و پاینده ایران، پاینده کشوری که سرزمین فرهنگ و تمدن بشریت بوده.